سرخط خبرها. تغییر وضعیت 14 شهر دیگر ایران به قرمز و نارنجی همزمان با افزایش سفرهای نوروزی. ستاد مقابله با کرونا به مسافران 3 روز مهلت داد تا از این شهرها برگردند. این کار پیش میاد و این بسیار بسیار مهمه. من چند مطلب رو سخنرانی رهبر ایران در آغاز سال نو. خامنه ای میگوید وضع اقتصاد میتواند بهتر شود. جشن نوروز در تاجیکستان با وجود هشدارهای بهداشتی هزاران نفر به خیابانها و پارک آمدند. و اعتراض به خشونت نژادی علیه آسیایی تبارهای آمریکا در پی حمله مرگبار آتلانتا. سلام و عصر بخیر. در ایران همزمان با سفرهای نوروزی شیوع کرونا بیشتر شده و 14 شهر دیگر وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند. ستاد ملی مقابله با کرونا به کسانی که به این شهرها سفر کردند 3 روز فرصت داده تا برگردند. جریمه هر روز حضور در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و در شهرهای نارنجی 500,000 تومان است. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 7,300 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 73 نفر از مبتلایان جانشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر از فرین آسمی. سال جدیدی در ایران آغاز شده، اما سایه کرونا همچنان بر سر مردم است. اینجا بیمارستان رازی اهواز است در جنوب ایران. اینها هم بیمارانی که دور از خانواده و دوستان با کرونا دست و پنجه نرم می کنند. در شمال کشور پلیس از ترافیک نیمه سنگین در 2 جاده چالوس و هراس خبر داده، اما گفته در روز 30 اسفند میزان تردد در مقایسه با روز قبل از آن کمتر بوده. پلیس راه مازندران هم از افزایش 70% سفر به مناطق گردشگری خبر داده. وزیر بهداشت پیش از تعطیلات عید از مردم خواسته بود حتی فکر سفر را هم نکنند، خواسته ای که خیلی ها آن را عملی نکردند. نگله، بلکه باز هم تقاضا کنم از اونایی که به سفر رفتند و حرف ما رو گوش ندادند، حداقل اینها به گونه ای عمل کنند که مشکلات تازه‌ای رو برای خودشون و برای همکاران من در نظام سلامت که 13 ماه توان فرسا رو طی کردن ایجاد نکنند. ستاد ملی کرونا فهرست جدیدی منتشر کرده از شهرهای جدید قرمز و نارنجی. شهرهای جدید قرمز عبارتند از گلپایگان در استان اصفهان، زریندشت در استان فارس و خاتم در استان یزد. به این ترتیب وضعیت 12 شهر ایران قرمز است و 39 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند. ستاد ملی کرونا میگوید کسانی که پیش از این به این شهرها سفر کردند 72 ساعت فرصت دارند تا به شهر خود بازگردند، وگرنه جریمه خواهند شد. نبود قوانین سفت و سخت و بی‌اعتمادی به مسئولان باعث شده بسیاری از مردم به درخواست‌های آنان برای سفر نکردن توجه نکنند. ممکنه ما تابلو و الگوی در واقع استانی، شهری و کشوریمون در روزهای آینده به شدت تغییر کنه، به دلیل ناپایداری. باز هم توصیه من اجتناب از کسانی است که اجتناب از سفر، به خصوص از سفر به مناطقی که در شرف تغییر رنگ هستن. امروز شاهد بودی که برخی از استانهای جنوبی ما به خصوص استانهای همجوار با خوزستان همزمان با افول نسبی آمار در خوزستان شکلگیری خوشهای جدید رو در استانهای همجوار شاهد بودیم. وزارت بهداشت میگوید تزریق مرحله دوم تست انسانی واکسن کوویران برکت تا 1 ماه دیگر به پایان میرسد. واردات واکسن از کشورهای دیگر هم با اما و اگرهایی روبروست. آنچه روشن است این است که هنوز تا رسیدن به مرحله واکسیناسیون عمومی در ایران راه درازی در پیش است. فرین آسمی، بی بی سی. سروش مظفر مقدم نویسنده و روزنامه‌نگار از مشهد با ماست. آقای مظفر مقدم، تبریک سال نو اول. میخواستم بپرسم از شما که وضع در مشهد، خراسان، شهرهای خراسان، گرگان امروز چطوره؟ تا اونجایی که به کرونا و مسافران نوروزی مربوط میشه.
من درود میفرستم خدمت شما جناب آقای ناجی، سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، بینندگان شما، و سال نو خورشیدی رو تبریک میگم. امیدوارم سالی سرشار به از تندرستی و شادکامی برای همه شما باشه و دور از بیماری. اما در مورد مشهد فرمودید و کلان شهرها، در مشهد تا جایی که من اطلاع دارم نزدیک به 1 میلیون مسافر نوروزی وارد شدن از 25 اسفند تا 30 اسفند 1399. ما یک موج قابل توجهی سفرهای نوروزی رو داشتیم و نزدیک به 500 هزار نفر هم در همین تاریخی که عرض کردم از مشهد خارج شدن به مقاصد دیگر، اکثرا در شمال کشور حرکت کردن، رفتن به عنوان سفر و تفریح نوروزی. این مسئله هستش که چون یک وحدت رویه‌ای در کار وزارت بهداشت نبود، یعنی در حقیقت اینها گفتن که سفر به شهرهای زرد بلا مانع هستش ولی شهرهای نارنجی و قرمز رو کسی نمیتونه بره. خب قاعدتا سفرهای نوروزی که به قصد تفریح انجام میشه، این باعث خواهد شد که به نوعی موج جدیدی از کرونا رو ما بعد از عید شاهد باشیم. و حقیقتا تنها کاری که اینها دستشون تا حالا برآمده همین مسئله به قول آقای، تماس ما با آقای مظفر مقدم قطع شد، از مشهد با ما بود آقای سروش مظفر مقدم، متاسفانه این خط رو از دست دادیم. برمیگردیم به ادامه برنامه خبری من. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در حال سخنرانی نوروزی است. او که معمولا روز اول سال نو در مشهد سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را مطرح می‌کرده، امروز در تهران و از طریق تلویزیون نطقش را ایراد کرد. در همین نیم ساعتی که آقای خامنه‌ای در حال سخنرانی بوده، وضعیت اقتصاد ایران رو ازش تمجید کرده، از جوان بودن نیروی کار کشور تمجید کرده و البته در باب تحریم در به آمریکا حمله ور شده. قراره که صحبت‌های بیشتری داشته باشیم. یه وقت محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکل یک کار سیاسی دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد، این واقعا جنایت. اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه، حالا ما الحمدلله گیریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن. این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220 هزار نفر رو میتوانه به قتل برسانه. این جنایت رو بعضی از قدرت ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعا یک جنایت بزرگی. گوشه‌هایی بود از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای، که الان به طور زنده داشت پخش می‌شد. فرنوش امیرشاهی همکارم اینجا در استودیو با ماست که ببینیم که در این نیم ساعتی که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای گذشته چی گفته تا حالا. خب همینطور که بخش از صحبتش هم شنیدیم، میدونیم که آقای خامنه ای سال هاست از وقتی که رهبر جمهوری اسلامی شده هر سال میره و یک سخنرانی نوروزی میکنه عموما در مشهد، که سیاست های جمهوری اسلامی رو در طی سال پیش رو تعیین میکنه و از این جهت اهمیت داره. امسال به دلیل انتخاباتی که در پیش رو هست اهمیتش دو چندان شده. حتی آیت الله خامنه ای صحبتش اصلا با همین موضوع شروع کرد، گفت عرفا میگن که وارد قرن 1400 شدیم، قرن 1300 رو با دیکتاتوری انگلیسی شروع کردیم، کودتای انگلیسی شروع کردیم، اما این قرن رو داریم با انتخابات آغاز می‌کنیم که به نوعی اتکا به نفسه. بعد در یک بخشی از صحبت‌هاش اشاره کرد به همین موضوع انتخابات، همین الان هم دارن در مورد همین موضوع داره صحبت می‌کنه. تا اینجایی که صحبت کرد یک اشاره کرد به اینکه به نظرش انتخابات نوسازی یک نیروی جوانی وارد کار میشن که از این جهت اهمیت داره.
و به دلیل موقعیتی که ایران در حال حاضر داره به نوعی میتونه اقتدار ایران رو نشون بده اگر که مردم برن در انتخابات شرکت کنن. هدف در واقع تشویق مردم به آمدن پای صندوق هاست در این شرایطی که مردم خیلی دلسرد، چه در داخل چه در خارج. به این نکته دلسردی که تو گفتی آیت الله خامنه ای هم اشاره کرد، در واقع یک پاسخهایی داشت به کمپین های مختلفی که تشکیل شده این مدت، کمپین نه به انتخابات، کمپین نه به جمهوری اسلامی، یا مثلا انتقاداتی که مطرح نسبت به عملکرد هسته سخت قدرت در مورد فعالیت دولت موازی، به همه اینها تا اینجا داشت جواب میداد. در یه بخش گفتش که سرویس های اطلاعاتی خارجی اسرائیل و آمریکا و اینها به شدت دارن عمل میکنن برای اینکه مردم را از انتخابات دل سرد کنن. گفت که میگن چه اهمیتی داره اصلا شرکت بکنید در انتخابات. وقتی مردم دل سردن میگن که خارجی ها دارن مردم را تشویق میکنن که دل سرد باشن. بله. این رو دوباره دارن تکرار میکنن. درسته. این خط رو آقای خامنه ای. بله. و در ادامه گفت که دارن تلاش میکنن که حتی برگزار کنندگان و شورای نگهبان رو زیر سوال ببرن، ولی اینها هیچ کدومش وارد نیست و این کارو دارن، گفت که دارن از طریق شبکه‌های مجازی میکنن. انتقاد کرد، گفت این شبکه‌های اجتماعی ما وله و این افتخاری نداره. من این رو چند بار گفتم به گفته او. در یه بخش اشاره کرد به اینکه رؤسای جمهور انتقاد میکنن از اینکه اختیاراتشون کمه. این رو چه آقای خاتمی، چه آقای احمدی نژاد و چه آقای روحانی این موضوع رو مطرح کردن، همه اینها رو رد کرد. گفت به هیچ وجه اینطور نیست. ریاست جمهوری در ایران شغلی است که میشه گفت به نوعی پرمشغله ترین شغل. اختیاراتی که رئیس جمهور داره هیچ کدومش رو قوای دیگه مثل مثلا قوه مقننه، قوه قضاییه و حتی نیروهای نظامی ندارن و این رئیس جمهوره که اختیارات بسیار زیادی داره. فرنوش خیلی ممنون از شما. فرنوش امیرشاهی ببخشید وقتمون یه خود تنگه، متشکرم. فرنوش امیرشاهی اینجا در استودیو با ما بود. برمیگردیم به مهمانمون. چند دقیقه پیش آقای سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار که از مشهد با ما بود، متاسفانه خطمون قطع شد، دوباره خط رو برقرار کردیم، تماس رو. آقای مظفر مقدم داشتید میگفتید تعداد زیادی به مشهد آمدن و این داره وضع کرونا رو تشدید میکنه. مردم در مشهد تا چه حد از این نظر عصبانی هستن؟ منظورم اینه که آیا خب من مطمئن هستم بخشهایی از مردم هستن که چون کاسب هستن، مغازه‌دار هستن، هتل‌دار هستن، خب اونها به اصطلاح خیلی مشتاق هستن که مسافر بیشتری بیاد به شهر. بله جناب ناجی عزیزم، مشهد یک شرایط، یک ویژگی داره، به این دلیل هست که شهر توریستی هستش یا زائرپذیر هست. بر تقدیر بسیاری از کسب و کارهای خصوصی بستگی به این داره که مسافرانی وارد شهر بشن و اینها بیان و چرخ اقتصاد شهر در واقع به گردش در بیاد، و در صورتی که این به اصطلاح مسافران به طور کلی حضورشون قطع بشه، بسیاری از کسب و کارها هم آسیب خواهند خورد. ولی مسئله در اینجاست، به هر حال مشهد کلان شهری است، شهر بزرگی، بالای 3-4 میلیون جمعیت داره و بعد به نوعی شیوع یک موج دیگر کرونا باعث میشه که به طور کلی روال زندگی طبیعی در شهر به هم بخوره. در چند ماه گذشته شاهد این بودی که مقدار وضعیت مشهد بهتر شد و از اون حالت قرمز یا حتی فوق قرمز در آمد، ولی با توجه به این ترددهای نوروزی و اینکه سفر نوروزی عملا آزاد بوده و مانع ایجاد نمی‌کردن برای ورود به مشهد، خصوصا در 25 تا 30 اسفند، یعنی تقریبا 10 روز مونده به سال نو، این تصور میشه که احتمالا بعد از عید ما با یک موج سهمگینتری از بیماری در مشهد روبرو باشیم. چنانچه قبلا تو گفتگوهای قبلی هم عرض کردم اینجا در همین شبکه بی بی سی فارسی، پیش از این هم ما شرایط وخیمی رو در مشهد داشتیم، 6 ماه پیش، 8 ماه پیش، یعنی چند ماه پس از شیوع کرونا اوضاع مشهد برهم خورده بود، بیمارستان‌ها پر بود و الان هم بسیاری هستند که واهمه دارن از اینکه بعد از تعطیلات سال نو ما دوباره با چنین بحرانی روبرو بشیم و اینکه حجم در واقع بیمارستان‌های مشهد و فضاهای درمانی مشهد کفاف این جمعیت رو نداره. اگر از یک تعدادی بستری‌های کرونا بیشتر بشه، اون موقع ممکنه آی سی او ها پر بشه و بعد خدمت رسانی به مردم عملا غیر ممکن بشه و این بله. خطری هستش که مشهد رو تهدید میکنه. در مورد شهرهای بله. دیگر هم همینطور که
شما فرمودید و دوستان هم مطلع هستن در مورد کلان شهران، متاسفانه ما همین مشکل بزرگ رو الان در حال حاضر داریم. آقای مظفر مقدم خیلی ممنون از شما. سروش مظفر مقدم از مشهد با ما بود. سپاس از شما. چند خبر کوتاه. وزیر دفاع آمریکا به کابل رفته. لوید آستین بعد از سفر به هند وارد افغانستان شده و قرار است با مقام‌های ارشد افغان دیدار کند. این سفر در آستانه نشست استانبول برای ترسیم نقشه راه صلح افغانستان صورت گرفته. آمریکا در حال بررسی توافقنامه صلح با طالبان است. نیروی دریایی آمریکا گفته که همراه بلژیک، فرانسه و ژاپن یک مانور بزرگ در دریای عرب و خلیج عمان برگزار می‌کنند. ناو هواپیمای شارل دوگل فرانسه هم حضور خواهد داشت. آمریکا این رزمایش را فرصتی بی‌نظیر برای همکاری در امنیت دریایی و همینطور جنگ‌های دریایی خوانده. ایالات متحده و کشورهای اروپایی می‌گویند ایران از طریق گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود در منطقه مشغول جنگ‌های نیابتی است. ایران این اتهام را رد کرد. در ایران سپاه پاسداران از مرگ یک نفر بر اثر انفجاری در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. گفته شده که سه نفر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، ولی سپاه آن را حمله تروریستی توصیف کرده. به دنبال تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی به سوختبران در مرز سراوان، این شهر در هفته‌های گذشته صحنه ناآرامی و اعتراض های گسترده بوده. اعلام خروج ترکیه از پیمان جهانی منع خشونت علیه زنان معروف به پیمان استانبول به اعتراض‌هایی در داخل و خارج این کشور دامن زده. مسئولان اتحادیه اروپا از تصمیم رئیس جمهور ترکیه برای خروج از این پیمان ابراز تأسف کردند. دیروز هم گروه‌های مدافع حقوق زنان در استانبول تظاهرات کردند. همکارم مهرداد فرهمند از لندن با ماست. مهرداد چه میگذره؟ چرا این به اصطلاح توافق رو ترکیه لغو کرده؟ این توافق الان خروجش از ترکیه به این معنا تعبیر شده که گویا در ترکیه دیگه از این به بعد خشونت علیه زنان باهاش برخوردی نمیشه، و در حالی که مسئولان خاطر نشان کردند که قوانین همچنان در ترکیه پابرجاست، قوانین خشونت علیه زنان در ترکیه استانداردی نزدیک به کشورهای غربی داره. اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این قوانین اگر هم وجود داشته باشند به درستی اجرا نمیشند، و در نتیجه نمیشه که اعتماد کرد به اینکه فقط با تکیه بر قوانین داخلی بشه از خشونت علیه زنان جلوگیری کرد. اما خروج ترکیه از این پیمان روندی نیست که از ترکیه شروع شده باشه. در ترکیه مجلسش بدون مخالفتی سالها پیش، 10 سال پیش اومد و این پیمان رو تصویب کرد. الان در اروپا این مخالفت با این پیمان از اروپا آغاز شده، در کشورهای اسلوواکی و در لهستان، در بلغارستان، در دو کشور اسلوواکی و بلغارستان که مجلس‌هاشون با اکثریت قاطعی علیه این پیمان رأی دادن. لهستان روند خروج از پیمان را آغاز کرده، در مجارستان هم همینطور، و سرانجام به ترکیه رسیده. علت مخالفت این هست که اینها معتقدند که این پیمان راه رو بر این باز میکنه که تعیین جنسیت اشخاص نه بر اساس طبیعتشون بلکه بر اساس انتخابشون باشه، و همچنین اینکه این راه رو بر این باز میکنه که در مدارس همجنسگرایی به عنوان امری عادی و پسندیده تدریس بشه و احزاب مختلف که صرفا هم احزاب راستگرا نیستن، بلکه مثلا در بلغارستان حزب سوسیالیست هم اعتراض کرده به این پیمان و گفته که اینها با ارزش‌های جامعه مغایر هست. در نتیجه این روند به این انجام میده که حالا خود ترکیه که اساسا میزبان امضای این پیمان بود در 10 سال پیش و به همین دلیل هم این پیمان استانبول نام گرفت، به دلیل آنچه مخالفت با ارزش‌های جامعه ترکیه قلمداد کرده، بخواد که از این پیمان خارج بشه. مهرداد خیلی ممنون از شما. مهرداد فرهمند همینجا از لندن با ما بود. متشکرم. جشن رسمی نوروز در تاجیکستان امروز برگزار شد.
ستاد مقابله با کرونا در این کشور پیشتر اعلام کرده بود که به خاطر مسائل بهداشتی همه برنامه‌های بزرگ نوروزی را لغو می‌کند. تاجیکستان از آغاز سال نو میلادی 2021 خود را کشوری آری از کرونا اعلام کرده. با وجود لغو برنامه‌های نوروزی و هشدارهای مقامات برای رعایت مقررات بهداشتی، امروز چند همایش با حضور مقامات برگزار شد و هزاران نفر به خیابان‌ها و پارک‌های دوشنبه آمدند. سهراب ضیا از دوشنبه گذشت بود. امروز باغی ایرم محل برگزاری جشنواره نوروز با شرکت مقامات و هیئت‌های از کشورهای مستقلی مشترک المنافع بود. در اینجا نمایشی هنرهای مردمی و غذای و شیرینی های ملی برگزار شد. ابری و گاه بارانی بودن هوای امروز هم مانع نشد و پیر و جوان خود را از خانه ها و باغ ایران و پارک و خیابان های دیگری شهر زدند. مثل سالهای گذشته آرایش و تزیین باغ و میدان های شهر از چند روز قبل آغاز شده بود و اکنون این مکان ها شبانه هم حال و هوای نوروزی دارند. این روزها اینجا یکی از شلوغ‌ترین مکان های شهر دوشنبه است. برای نخستین بار در میدان مرکزی شهر یک سفره نمادین هفت سین درست شده و آن سوتر بشقاب بزرگ گذاشته شده که ارتفاع آن 30 متر است و روی آن هفت لایه سبزه نمادین سمنو گذاشته شده. سمنو یا سومنک از غذاهای اصلی در سفره نوروزی تاجیک هاست. تهیه سمنو یکی از آیین های نوروزی مردم تاجیک است. پخت و پز آن وقتی زیاد را می گیرد و معمولا با رقص و آوازخوانی زنان و دختران همراه بوده است که سمنو درست می کنند. غذایی که مردم در بارش روایت های زیاد ساختند. میگویند که این دگی سی ملک است، یعنی سی ملک ها فرشته ها می فرویند و همین رو با یک معجزه می آفرند که از یک شیره گندم تنها از آب همین گونه یک طعام ملی با لذت تیار می شود. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل با تماشای دف و چنگ برآمد، مرغانی هوا جمله بکردن پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. امروز در تمام گوشه و کنار دنیا، اگرچه ستاد مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان تجلیل گسترده از نوروز را لغو کرده، در بسیاری از مؤسسات و دانشگاه و هنرستان ها محافل نوروزی برگزار کرده شدند. اینجا مرکز آموزشی چراغ هدایت است، جایی که 90 دختر یتیم و بی‌سرپرست زندگی و تحصیل میکنند. به ابتکار کمیته زن و خانواده تاجیکستان در اینجا محفل برگزار شد تا جشن نوروزی این دختران خاطرمان بگذرد. در تاجیکستان نوروز همیشه با شعر و ترانه و شادمانی و خوشی همراه بوده است. تقریبا همه شاعران در وصف بهار و نوروز شعر گفتند. در این محفل شعر که در خانه ادیبان تاجیکستان برگزار شد، عمدتاً شاعران زن از اشعار نوروزی خود نمونه های را خواندند. نوروز شعر ما را با پایه بلندترین خرد و هنر و صنعت رساند و شعر ما هم بود که نوروز تا امروز در چند هزار سال زنده نگاه داشته. چقدر خلق ها و خلقیت ها و ملت ها از بین رفتند، چقدر ادب و ادبیات و دین و مذهب ها از بین رفتند، اما نوروز مانده است و امروز در سراسر جهان جشن گرفته می شود. نوروز شهرت کیان می آید، پیر است که سرسبز و جوان می آید، با جام جم و رطل گران می آید، از بزم شکوه آریان می آید. با وجود لغو برنامه گسترده تجلیل از نوروز در تاجیکستان، صدها گردشگر و مهمان خارجی در تعطیلات نوروزی خود وارد این کشور شدند. در کابل اول از نگاه امنیتی ما بسیار مشکلات داشتیم و پالوی از او بعضی مسائل مذهبی است، بعضی مسائل فرهنگی است که باعث میشه ما نوروز و سال نو خصوص تجلیل درست نتونیم. برعکس در دوشنبه از نگاه امنیتی مذهبی
فکر اندیشه و فرهنگ بسیار کشور ما میبینم غنی است و هر کس از خود آزادی داره و میتونه که هر قسم بناوی که میخواهد از نوروز و سال نو تجربه کنه. از رویدادهای مهم نوروزی امسال معرفی شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 2021 است. همچنین در این شهر دومین همایش بین المللی نوروز دوشنبه محور رابطه های فرهنگی و سیاحی برگزار می شود. علی‌رغم محدودیت های بهداشتی در نوروز امسال نیز در پایتخت مسابقه سراسری کشتی برگزار شد. امسال تعطیلات نوروزی در تاجیکستان 9 روز ادامه خواهد داشت. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه. نوروز در تاجیکستان دیروز در سراسر آمریکا برای اعتراض به تنفر از آسیایی‌ها و جرم و جنایت علیه آنها تظاهراتی برگزار شد. هفته گذشته مهاجمی در شهر آتلانتا 8 نفر را کشت که 6 نفر از آنها زنان آسیایی تبار بودند. آزاده مشیری گزارش می‌دهد با این هشدار که در این گزارش نور فلاش دوربین دیده می‌شود. Anger, frustration. خشم، استیصال و درخواست تغییر. معترضان دیروز در سراسر آمریکا تجمع کردند. بعد از تیراندازی به 8 قربانی در سالن ماساژ شهر آتلانتا که 6 نفر از آنها زنان آسیایی تبار بودند. تجمع کنندگان نه تنها علیه قتل بلکه درباره تبعات حمله هم فریاد سر دادند. پلیس محلی گفته که مظنون داشتن انگیزه نژادی برای کشتار را رد کرده و گفته که به روابط جنسی اعتیاد داشته. سخنگوی پلیس گفت مهاجم روز خوبی نداشته. حرفی که باعث این اعتراضات شد. یه مرد 21 ساله سفیدپوست 3 محل کسب و کار رو که مال آسیایی ها بود هدف گرفت. از یه نقطه به نقطه دیگه 40 دقیقه رانندگی کرد و از کنار مغازه‌های مرتبط با تفریحات جنسی رد شد. هر طور بخواین این قضیه رو وارونه نشون بدین، حقایق رو نمیشه عوض کرد. با اینکه ردیابی جرایم از روی تنفر علیه آسیایی ها سخت است، یک نهاد مدنی میگوید بیش از 2800 گزارش از موارد ناشی از تنفر علیه آسیایی تبارهای آمریکا ثبت کرده. من آسیایی تبارم اما آمریکایی هستم. بنابر تجربه شخصیم همیشه نامرئی بودم. میخوام به مردم نشون بدم که من اینجا حضور دارم و قابل رؤیتم. جورجیا در قلب ایالت جنوبی آمریکاست و در انتخابات 2020 آمریکا به میدان نبرد نامزدها تبدیل شد. تغییر ساختار جمعیتی و جنبش‌های مردمی منجر به پیروزی 2 سناتور دموکرات شد. همچنین جو بایدن اولین نامزد دموکرات ریاست جمهوری که طی 3 دهه اخیر توانست در این ایالت برنده شود. بعد از این حمله رای دهندگان آسیایی تبار معترضند. آنها میگویند قانونگذاران باید برای حفاظت از آنها اقدامات بیشتری بکنند. Azadeh Mashiri, BBC News. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.